یکی دیگر از محتویات حفره آکسیلا شریان و ورید آکسیلاری است. قبل از اینکه شریان آکسیلاری و شاخه‌هاش رو توضیح بدم، این اسلاید رو توضیح میدم که ارتباطی به درس اندام فوقانی ندارد، فقط برای یادگیری چگونگی مسیر شریان آکسیلاری است. انشالله این ترمای بعد خواهید خون. بنابراین سوالی هم از این اسلاید نخواهد آمد. خب دوستان، همگی با آورت آشنا هستید. میدونید که آورت سه بخش میشه. بخشی از آورت که درون حفره قلب یا درون آبشامه قرار داره، اسندینگ آورت هاست که شاخه‌هایی که میده به نام کروناری راست و چپ و شاخه‌های آن برای ساپلای قلبه. بخش دیگرش بعد از اون 5 سانتی متر آورت صعودی، قوس آورت، آرچ آف آورتا هست. آرچ آف آورتا و بعد بخش دیگرش دسندینگ آورتا، آورت نزولی است. اما با قسمتی که کار داریم آرچ آف آورتا هست. به آرچ آف آورتا نگاه میکنیم، میبینیم که از راست به چپ 3 تا شاخه ازش جدا میشه. برکیوسفالیک، لفت کامون کاروتید و لفت سابکلاویان. پس لفت کامون کاروتید و لفت سابکلاویان. برکیوسفالیک یعنی شریان بازویی سری. کامون کاروتید، کاروتید مشترک. سابکلاویان شریان تحت ترقوه، از زیر ترقوه یا کلاویکل عبور میکنه. خب به برکیوسفالیک نگاه میکنم، میبینم که در ادامه در پشت مفصل استرنوکلاویکولار به 2 شاخه تقسیم میشه به نام رایت کامون کاروتید و رایت سابکلاویان. بنابراین زیبایی طبیعت بر اساس تقارن، وقتی که من در طرف چپ کامون کاروتید چپ و سابکلاویان چپ رو دارم، حتما باید به ذهن شما متبادر میشه خب راستش کجاست. پس راست هم داریم در طرف راست، اما منشأش رو فرق میکنه. منشأ راست از برکیوسفالیکه. منشأ دوتا شریان کامون کاروتید و سابکلاویان چپ از قوس آورته. پس نگاه میکنم ببینم که خب کامون کاروتید ها که انشالله تو سرگردان خواهید خوند که بعد میرن و برای سرگردان هست و مغز رو خونسانی میکنن چشم. اما این سراغ سابکلاویان، چه راست چه چپ فرقی نمیکنه. فقط عرض کردم تفاوتشون در منشأشون هست. اما به سابکلاویان راست نگاه میکنم، ادامه مسیرش رو میبینم. خب الان شما اینجا شریان برکیوسفالیک رو میبینید، کامون کاروتید راست که ما کاری باش نداریم و شریان سابکلاویان. شریان سابکلاویان شاخهای ازش جدا میشه که ما جزء درس ما نیست و کاری نداریم، اما شریان ادامهش میاد از زیر کلاویکل عبور میکنه. بعد از عبور از کنار خارجی دنده اول اسمش عوض میشه و میشه شریان آکسیلاری. خب من یاد گرفته بودم که شریان آکسیلاری و وریدش جز محتویات آکسیلا بودن. خب اینها هر دو در درون یک غلاف قرار میگیرن به نام غلاف آکسیلاری. این غلاف هایی که الان خواهیم خود و بعدن در آینده هم خواهید خون، همه از جنس بافت همبنده، همه از جنس همون پیچه هایی که قبلا یاد گرفتیم در موردش. خب شریان آکسیلاری از کنار خارجی دنده اول شروع میشه، به طور قراردادی میگن تا کنار تحتانی ترز میجر. ممکنه تو بعضی کتاب ها پکترالیس میجر هم پیدا بکنید، ولی ترز میجر چرا؟ چون الان در استاید جلوتر خواهید. از این به بعد اسمش عوض میشه. خب پس شریان سابکلاویان یا تحت ترقوه، به دلیل اینکه از زیر ترقوه عبور میکنه اسمش میذاریم سابکلاویان. شریان آکسیلاری به دلیل اینکه تو حفره آکسیلا قرار میگیره اسمش میشه شریان آکسیلاری. بعد از عبور از کنار تحتانی ترز میجر یا پکتورالیس میجر، ترز میجر یا پکتورالیس ماینر، تکرار میکنم، ترز میجر یا پکترالیس میجر، بعد از عبور از کنار تحتانی ترز میجر اسم شریان عوض میشه، میشه براکیال، یعنی توی بازو قرار گرفته. پس نامش میشه شریان بازو، اسم مکانی که دارم میبینم توی این دو نقطه، اسم مکانی که
قرار گرفته روش قد میذاره. خب اما ببینیم که شاخه‌های این شریان، همطور که به این اسلاید نگاه میکنید این رو میشناسید، این عضله پکترالیس میجره. پکترالیس میجر چه نقشی اینجا داره؟ یک لندمارکه. این لندمارک میاد عضله، میاد شریان اکسیلاری رو تقسیم میکنه به سه قسمت. میگن قبل شریان، قبل از عضله، در پشت عضله و بعد از عضله. پس شریان قبل از عضله، پشت عضله، بعد از عضله. از قسمت اول شریان که قبل از عضله پکترالیس ماینر هست یک شاخه شریان جدا میشه. از قسمت دوم که در پشت عضله پکترالیس ماینر هست دو شاخه جدا میشه و از قسمت سوم که بعد از عضله سه شاخه جدا میشه. پس یک دو سه یادم نمیره، یک دو سه. یعنی قسمت اول قبل از عضله یک شاخه، دو قسمت دوم در پشت عضله دو شاخه، سه بعد از عضله سه شاخه ازش جدا میشه. خب اما ببینیم شاخه های شریان. همونطور که جمال لازمی فرمید در قسمت اول یک شاخه به نام سوپریور تراسیک، تراسیک فوقانی. این یه شاخه کوچکی است که قسمت اول جدا شد و ممکنه وریشن داشته باشه در یه شرایطی. توی این اگر تو کتاب ها خوندید، من اصلا به وریشن اشاره نمی کنم و کاری هم ندارم. حالت طبیعیش در اکثریت که وجود دارن از من خدمت. به طرف داخل میاد شرین، همونطور که مسیرش رو میبینید، از بین عضلات پکترالیس میجر و ماینر عبور میکنه، به هر دو اینها خون رسانی میکنه و به جدران تراکس میرسه و عضلات جدران تراکس رو خون رسانی میکنه. پس خلاصه عضله سوپریور تراسیک به عضلات جدار تراکس خون رسانی میکنه. این قسمت اول. خب سراغ قسمت دوم میریم، یعنی این عضله پکترالیس ماینر هست، اینم میجره. عضله پکترالیس ماینر رو نگاه میکنیم، قطع کردیم که بتونیم شاخه های شریان رو ببینیم. یک شاخه شریان از قدام خارج میشه. جهت شریان ها رو دقت بفرمایید. تنها شاخه شریانی که از قدام خارج میشه اسمش تراکو آکرومیال هست. شریان تراکو آکرومیال از قسمت دوم اکسیلری آرتری خارج شده، فاسیای کلری پکترال رو سوراخ میکنه و چهار شاخه میشه. یه شاخه میده برای پکترال، یعنی عضلات پکترالیس میجر و ماینر رو خود رسانی میکنه. یه شاخه آکرومیال میده که به طرف زایده کراکوید میره و به آکرومیال میرسه. یه شاخه کلریکولار میده، یک شاخه کلریکولار که میره به طرف مفصل استرو کلریکولار میره و اونو ساپلای میکنه. یه شاخه دلتوئید میده که جلوتر استرید بعد اینا رو خواهید دید. اما در قسمت دوم عرض کردم دو شاخه، شاخه دیگه لترال تراسیکه. به لترال تراسیک نگاه کنید، میاد از کنار خارجی پکترالیس ماینر رو عبور میکنه. پس بعد از جدا شدن از کنار داخلی شریان، مسیرش رو در کنار خارجی پکترالیس ماینر عبور میکنه و اینجا همراه با یه عصب میبینیدش که عصب لانگ تراسیک. این میتونه یک لندمارک باشه برای شناسایی شریان لیترال تراسیک. شریان لیترال تراسیک در جنس مؤنث، چون یک شاخه هم به برست یا پستان میده، یک شاخه شریان قطورتری هست. اما در قسمت سوم ما سه شاخه شریان داریم. یه شاخه که قطورترین و بزرگترین شاخه شریانی است که در از شریان‌های از شاخه‌های شریانی شریان آکسیلا داریم به نام سابسکاپیولار. پس این سابسکاپیولار رو اینجا می‌بینم و دو شاخه که میرن به طرف سر استخوان بازو به نام سیرکومپلکس انتریور و پوستریور. پس انتریور سیرکومپلکس یعنی چرخنده، انتریور سیرکومپلکس هیومرال و پوستریور سیرکومپلکس هیومرال. انتریور یعنی از قدام داره میره، پوستریور از خلف داره میره، سیرکومپلکس یعنی میچرخند به کجا؟ هیومرال، به اطراف هیومروس. خب انتریور و پوستریور سیرکومپلکس هیومرال.
اما به سابسکاپولا دقت بفرمید، گفتم بزرگترین شاخه شریانی هست. این شاخه 3-4 سانتی متر بعد از جداییش یک شاخه میده به نام سیرکومفلکس اسکاپولار. سیرکومفلکس میچرخه، به کجا میچرخه؟ کنار خارجی اسکاپولار رو دور میزنه، میره در خلفش قرار میگیره، توی آناستومان شرکت میکنه و سیرکومفلکس اسکاپولار رو میده. دقیقاً بعد از جدا شدن این شاخه سیرکومفلکس اسکاپولار اسم شریان عوض میشه. پس این تیکه بالا قبل از اینکه شاخه سیرکومفلکس اسکاپولار رو بده اسم سابسکاپولاره. این شاخه‌ای که سیرکومفلکس اسکاپولار ازش جدا شد اسمش عوض میشه، میشه شریان تراکودورسال. و دارم میبینم که با عصب تراکودورسال همراهه. پس شریان تراکودورسال و عصب هم تراکودورسال. طبیعتاً عضلاتی که در این قسمت قرار میگیره اینها رو خونرسانی میکنه. اون شاخه شریان سیرکومفلکس هم که به خلف میره از کنار خارج اسکاپولا دور میزنه، وارد فضای سه گوش اکسیلا میشه و بعد میره به حفره اینفراسپایناتوس و در اونجا به انتها میرسه. اما همین اسلاید رو میخوام رد نشم، بعد میریم اسلاید بعدی شاخه شریان رو توضیح میدم. اینجا بعید اکسیلا رو میبینید که از کنار شریان و بعید هر دو در داخل غلاف اکسیلاری قرار میگیرن. خب اما همینجوری دقت کنیم رو شاخه های عصبی مرور اینجا داشته باشیم. قسمت سوپراکلاویکولار همچنین ریشه ها رو نشون میده. ما با کورد کار داریم. ببینید من یه توضیح دادم، گفتم معیار ما برای لیترال کورد و میدیال کورد و پوستیر کورد چیه؟ شریان و اکسیلا است. این اتفاق در قسمت میانی میفته نه در فوقانی. در فوقانی شما ببینید میدیال کورد در خلف شریان قرار گرفته. پس من ملاک همین قسمت میانی هست. اینجا که نگاه میکنم میبینم که این تناب خارجیه که در خارج قرار گرفته، این تناب داخلیه که در داخل است و پوستریر هم که نمیبینم. پس لیترال کورد، میدیال کورد و پوستریر کورد. از لیترال کورد اینجا از عصب موسکلوکوتینوس میبینم که وارد عضله کراکوبراکیالیس میشه، اونو سوراخ میکنه، میره بین این دو عضله دیگر بازو که جلسه دست رو خواهد قرار میگیره و تمام عضلات کمپارتمنت قدامی بازو رو اینرویشن میکنه. یک شاخه میده برای میدین، شاخه از تناب خارجی برای میدین و این هم لیترال پکتورال، که شاخه لیترال پکتورال که این در آنس با میدیال پکتورال شرکت میکنه. اما از تناب داخلی نگاه میکنم میبینم که خب شاخه های شرینی که اینجا باید ببینم، شاخه های کوتینوس ها رو مشاهده میکنم، میدیال کوتینوس نرو آف آرم، میدیال کوتینوس نرو آف فور آرم، زخیمتره، بزرگتره و عصب آلنا رو میبینم. خب این هم اینترکاستو براکیاله. گفتم تنها عصبی که ما به شکل عرضی داریم اینترکاستو براکیال که اینجا مشاهده میفهمید. اما بیاید به موقعیت شریان نگاه کنید. ببینید الان شریان در این قسمت بازو که داریم توضیح داریم، قسمت میانی، شریان در داخل قرار داره و عصب میدین در خارجش هست. عصب میدین و عصب آلنار هیچ گونه شاخه ای رو در بازو ندارن. گاهی وقتا ممکنه تو کتاب آناتومی بخونید یه شاخه ارتباطی دو با هم خواهند داشت. خب اما شاخه های شریان رو این اسلاید مرور کنیم. سوپر تراسیک که گفتیم از عضلات جدار و قدامی رو از خونرسانی میکنه، تنها شاخه‌ای که از قدام خارج میشه به نام تراکوآکرومیال یه شاخه پکتورال رو میده که میاد برای پکتورالیس ماینر و میجر خونرسانی میکنه که خودش هم دو شاخه میشه. بعد شاخه آکرومیال رو میده، شاخه آکرومیال رو میبینید و این شاخه دلتوید. این دوتا ممکنه یه استمه مشترک داشته باشن، آکرومیال و دلتوید، یعنی از یه شاخه جدا بشه اون شاخه بعد دو شاخه بشه که یکی شاخه دلتوید میشه که میاد برای عضله دلتوید، یه شاخه آکرومیال رو میده که این هم به دلیل که عضله دلتوید عضله بزرگی است یک شاخه به دلتوید قسمت فوقانیش میده و بعد میره برای آکرومیون، میرسه با آکرومیون. یه شاخه کلاویکولار رو هم ببینیم، جهتاشو ببینید، جهت همون قسمتایی که توضیح میدم دارن میرن، به جهت باید دقت کنیم. یه شاخه کلاویکولار رو میده که این شاخه کلاویکولار در واقع از بین فشای کلاویپکترال و پکترالس میجر عبور میکنه، به سمت بالا میره، میرسه به مفصل استرنو کلاویکولار. پس مفصل استرنو کلاویکولار رو
خونرسانی میکنه، یه شاخه هم میده به عضله سابکلاویوس. خب میریم سراغ شاخه بعدی، لیترال تراسیک، تراسیک خارجی. این شاخه هم تو که میدید در جدار طرفی قفسه سینه داره به طرف پایین حرکت میکنه، گفتیم در کنار تحتانی، اگر دقت که یادتون باشه کنار تحتانی از پکتالیس ماینر به طرف پایین حرکت میکنه. خب طبیعتا اینجا به عضلات سراتوس انتریور، پکترالیس ها، سابسکپولاریس، این همه رو ساپلای میکنه. و بعد سه شریانی که از قسمت سوم جدا شدن، از قسمت اول، دوم، سوم، شریان سابسکپولار رو میبینید، درشترین شریانی که ما داریم تو این شاخ آشی، شاخه شریانی که جام مشاهده میکنید، 3 یا 4 سانتی متر بعد از جدا شدن سیرکونفلکس سکپولار رو میده، ادامهش تراکودورسال نامگذاری میشه. و بعد دو شاخه سیرکونفلکس هیومرال انتریور و پوستریور رو ببینید. سیرکونفلکس میچرخن کجا؟ هیومرال، اطراف هیومروس، سر هیومروس. و یه شاخه انتریور داره که نازکتره و یک شاخه پوستریور. یک شاخه انتریور که نازکتره، میبینم از شاخه انتریور سیرکونفلکس هیومرال میبینم که یک شاخه نازکتری هست. و بعد شاخه بعدی که شاخه این دو با هم آناستوماز میشن. آناستوماز یعنی پیوند شریانی در اطراف سر استخوان بازو. خب به مسیرها هم نگاه میکنم، وقتی از اینجا نزدیک استخوان عبور میکنه، یعنی باید از پشت عضلات قدام بازو عبور بکنه، پس از پشت کراکو براکیالیس میره، از پشت سر کوتاه بایسپس عبور میکنه، دیگه نسبت به استخوان از کجاست؟ از جلوی گردن جراحی عبور میکنه و میره با سیرکونفلکس هیومرال پوستریر آناستوماز میشه. اما سیرکونفلکس هیومرال پوستریر هم تو که داریم میبینید نسبت به انتریر خیلی درشتره. این هم که از قسمت سوم جدا شد. این اتفاقی که اینجا میفته دیگه همراه با عصب آکسیلاری وارد فضای چهارگوش میشه که درس جلسه بعدیمون هست موردش میکنیم. و آناستوماز میشه با سیرکونفلکس هیومرال انتریر. اما همونطور که در اینجا میبینید ما در اطراف شانه هم یه آناستوموزهایی داریم. تعدادی از این شاخه های شریانی که اینجا شرکت میکنن مثل شریان دورسال اسکپیولار یا شاخه های سوپرا اسکپیولار یا شاخه های دیگری که در آینده جزء سر و گردن خواهید خوند هستن، همراه با این شاخه های شریانی که اسم آوردیم انتریر سیرکونفلکس هیومرال و پوستریر سیرکونفلکس هیومرال که در این آناستوموز شرکت میکنن. خب این شکل هم خودتون شکل قبلی هست، برای اطلاعات خودتون یه بار بررسی کنید، حتما حتما بیاد داشته باشید، از ابتدای یعنی کلریکل رس کنید، این شکل رو از شریان رو از زیر کلریکل عبور بدید، از اولی ترس مینور رو پکترالیس مینور رو رس کنید و شاخهای شریان قسمت اول دوم سوم رو نامگذاری کنید، یک بار رس کنید که این همیشه بیاد شما خواهد ماند. و ادامه شریان براکیال رو میبینید بعد از اینکه 3 تا شاخه رو داد، شریان اکسیلری، شریان براکیال رو میبینید، براکیال آرتری رو میبینید، شاخه های اینو انشالله در آینده خواهیم خوند. بعد شریان براکیال میاد در قسمت قدام چین آرنج که حفره کیوبیتال نامیده میشه به شریان رادیال در خارج و آلنار در داخل تقسیم میشه. این در واقع مسیر این شریان میشه بر اندام فوقانی که شاخه های این شریان های رادیال و آلنار و براکیال انشالله در جلسات آینده به مرور خواهیم خواهد. اما به این شکل نگاه کنید ببینیم که موقعیت شریان نسبت به عصب میدین چطوره. خب اول از بالا نگاه میکنیم، ببینیم که این الان شریان تناب خارجی دارم میبینم، عصب موسکلوکوتینوس که کراکو براکیالیس سوراخ میکنه، بعد از تناب خارجی برای عصب میدین دارم میبینم، از تناب داخلی برای عصب میدین، و ببینم عصب میدین در قسمت فوقانی بازو در خارج شریان قرار گرفته. بعد تا قسمت میانی که میرسه نزدیک انتها کم کم میاد در قسمت میانی میاد روی شریان قرار میگیره و در قسمت انتهایی بازو میاد در داخل شریان قرار میگیره. پس موقعیت عصب میدین نسبت به شریان از بالا به پایین خارج، بعد از روی در قسمت میانی از روی شریان عبور میکنه، در حفره کیوبیتال کاملا در داخل شریان قرار میگیره. همچنین شما میتونید در اینجا عصب آلنار رو هم ببینید. عصب آلنار این عصب زخیمی که این وسط قرار میگیره. توی تستای عملیمون عصب آلنار رو
پیدا میکنیم با موسکولوکوتینوز و با عصب میدین تشکیل یک ام عصبی میدن. برای که عصب آلنا رو با میدیال کوتینوز و فور آرم اشتباه نکنیم، این ام عصبی رو در دستمون میگیریم و مطمئن میشیم که این عصب آلناره. به مسیرش هم نگاه میکنیم. کانال میره از پشت اپیکوندیل داخلی از که توی ناودان پارالوکرانون قرار میگیره. اما این میره در نهایت وارد پوست میشه. پس من همیشه لندمارک هایی دارم. اگر به پوست رسید یعنی عصب جلدیه. خب اینجا مسیر عصب رادیال رو میبینید و عصب آکسیلاری. ببینید عصب آکسیلاری چگونه در اطراف سر استخوان بازو میچرخه. و مسیر عصب رادیال رو میبینم. این شاخه هم شاخه از شرم برکیاله که در آینده انشالله خواهیم خوند. عصب رادیال رو میبینید که این عضله عضله سه سر هست که از درون این عبور میکنه. بنابراین به همه اینها عصب میده و بعد میاد شاخه های پوستی رو میده. شاخه های پوستی رو میده برای قسمت های برای خلف ساعد، برای خلف ساعد، خلف بازو و لور لترال بازو، قسمت خارجی بازو و تحتانیش، لور یا اینفریر فرقی نمیکنه. پس و بعد ادامه این عصب رادیال عبور که میکنه میاد به ساعد میرسه و تمام عضلات خلف ساعد رو سطحی و عمقی رو عصب میده. این شکل هم که پوزیشن عصب میدیان رسد به شریان عصب آلنا رو نشان میده. تو این شکل در واقع این شکل و شکل اسلاید و اسلاید قبلی ما به بررسی اصطلاح آناتومی سطحی میگه. این روی بدن به شکل سطحی ما این اظهار اینها رو جای اینها رو یاد میگیریم. شما مثلا میبینید عضله دو سر هست و میبینید در کنار داخلی شما میتونید برید ببخشید عصب و شریان رو مشاهده بفرمایید. اما در اینجا در حفره کیوبیتال ما چیزایی که الان میخوایم مطلبی که میخوایم بررسی کنیم میبینیم، یعنی سفالیک وین رو میبینیم و بیسیلیک وین، ورید سفالیک و ورید بیسیلیک. خب طبیعتاً اینجا میدیان آنتبرکتال وین هم خواهید دید یا میدیان بیسیلیک وین هم خواهید دید. اینها رو میدیان آنتبرکتال یعنی عصب میانی ساعد، ببخشید ورید میانی ساعد. خب نگاه میکنم به این شکل میبینم که در پشت دست ما یک شبکه وریدی وجود داره. این شبکه وریدی از وریدهای سطحی پشت دست تشکیل شده و به این شکل دو تا ورید از این شبکه خارج میشه. انگشت شست رو نگاه میکنم، پس اینجا خارجه. در طرف خارج یه ورید به نام سفالیک وین و در طرف داخل یه ورید به نام بیسیلیک وین از شبکه وریدی پشت دست خارج میشه. پس یاد گرفتم که منشأ سفالیک وین و بیسیلیک وین شبکه وریدی پشت دست دورسال ونوس نتورک. اما مسیرشون رو نگاه میکنم. دوباره بازم شبکه وریدی پشت دست رو در اینجا خواهم دید. ورید سفالیک، ورید بیسیلیک. برای یادم نره طرف شست سفالیک قرار داره، سین شین. اما بیسیلیک در داخل هست، طرف داخل قرار میره. خب من در قدام که نگاه میکنم این قسمت رو تا قسمت نیمه ساعد میبینم. دیگه از این به بعد تا ورید رو نمیبینم. یعنی میرن کجا؟ میرن از خلف، حالا میرن در قدام نگاه میکنم. ببخشید از خلف که نگاه میکنم میبینم که دیگه نمیبینم. پس من باید ادامه این شکل در قدام بررسی بکنم. پس یه بار دیگه تکرار میکنم. از شبکه وریدی پشت دست دو تا ورید خارج میشه. اینها وریدهای سطحی اندام فوقانی هستند. ما وریدهای عمقی رو کنار شریان های عمقی داریم. یعنی دیدیم که ورید اکسیلاری رو کنار شریان اکسیلاری داشتیم. خب به این نگاه میکنیم میبینیم که از شبکه پشت دست یه ورید در خارج به نام سفالیک وین و یک ورید در داخل به نام بیسیلیک وین. من پشت ساعد رو که نگاه میکنم از نیمه ساعد به بعد دیگه اینها رو نمیبینم. خب میام اسلاید بعدی. در این قسمت در قدام ملاحظه میشن. شما در قسمت خارج سفالیک وین رو میبینید، در قسمت داخل هم بیسیلیک وین رو میبینید. این هم ورید آنتبرکیال یا میدین ساعد هست، میانی ساعد هست، یا ممکنه اینترمیدیت بهش بگن، میانی ساعد. خب میبینم که این دوتا میان اینجا با هم، این دوتا سفالیک و بیسیلیک وین با ورید آنتبرکیال یک ام وریدی تشکیل میدن. این هم یک ام وریدی هست. آیا همیشه به همین شکل؟ خیر، درصد اینها فرق می‌کنه. گاهی وقتا ممکنه بین سفالیک وین و بیسیلیک وین فقط یک خط یه ورید این شکلی قرار بگیره.
یعنی یه دونه بکتری ورید دیگه اینترمدیت، یه ورید اینترمدیت سفالیک و یه ورید اینترمدیت بیسیدیک نشوش، فقط یه ورید اینترمدیت داشته شو که این دوتا رو با هم متصل بکنه. میتونید وریشن های اینا رو توی اطلس زبوت ها به خوبی ملاحظه بفرمایید. خب بعد اتفاقی که میفته اینه که اینها تمام ورید های سطیر هم دریافت کردن از ساعد و قسمت های مختلف به طرف بالا طی مسیر میکنن، بیسیدیک در داخل و سفالیک در خارج. ورید بیسیدیک به بالاتری که میرسه در ادامه تبدیل به ورید اکسیلاری میشه. پس این به طرف حفره آکسیلات یه مسیر میکنه و اینجا تبدیل به ورید اکسیلاری میشه. اما ورید سفالیک رو که بررسی میکنن میاد در ناودان دلتوپکرال قرار میگیره و در بالای شانه به ورید اکسیلاری تخلیه میشه. بنابراین مقصد ورید سفالیک هم ورید اکسیلاری هست، اما در بالای شانه این اتفاق میفته. خود بیسیدیک هم که به ورید اکسیلاری تبدیل شد، اما در درون ناودان دلتوپکترال بیاد میارم که این ورید سفالیک قرار داشت. علاوه بر این امروز هم یاد گرفتم که شریان دلتوئید هم در اینجا درون این ناودان قرار داره. این دوتا ورید سفالیک و شریان دلتوئید دوتا ساختاری هستن که فشیای کلوی پکترال رو سوراخ میکنن. خب عصب پکترال خارجی هم سوراخ میکرد چون از عمق وارد عضله میشد، بنابراین باید از فاشیه کلوی پکترال عبور میکرد. بنابراین تا حالا سه تا عنصر فاشیای کلوی پکترال رو سوراخ میکنن. ساختار بعدی که سوراخش میکنه میشه یه لیمف نود. بنابراین چهار عنصر هستن که اصطلاحا NaCl بهشون میگیم. خب در این اسلاید چگونگی تشکیل ام وریدی رو نشان میده به شما و یه مرور مطالب بعدی که خودون مرور بفرمید این دو اسلاید رو همراه با اعصاب و اعصابی که عرض کردم خدمتون دقت بفرمید. اما در این قسمت به سراغ لیف نود ها میرسیم. خب فقط راجع به ورید که عرض کردم خدمتون کلیه وریدهای عمقی و سطحی رو هم دریافت میکنه دیگه. ورید اکسیلا که بعد از عبور از کنار خارجی دنده اول هم اسمش عوض میشه، ورید اکسیلا میشه ورید سابکلاوی. اما بیایم سراغ لیمف نودها. لنف اندام فوقانی به طور کلی به این شکله که ما چهار گروه اصلی داریم. یک گروه لیترال داریم یا هیومرال بهش میگن. خب این که لنف قسمت‌های پایین رو به نام سوپراتراکال این لیمف نود میره وارد گروه لیترال میکنه. پس یه گروه لیترال داریم که در سمت خلفی و داخل ورید اکسیلا قرار میگیره و لنف بیشتر اندام فوقانی رو دریافت میکنه. پس یک لیترال یا هیومرال که در سمت خلفی داخلیه ورید اکسیلا قرار میگیره و لنف بیشتر اندام فوقانی رو دریافت میکنه. یه دونه قدامی داریم. این لیف نودهای قدامی انتریور بهش میگیم چون روی پکترال هم هست، ممکنه تو ناحیه سینه هست بهش پکترال هم بگیم. این لنف در واقع محلش در مسیر عروق لیترال تراسیکه، در محل در مسیر عروق لیترال تراسیکه و لنف برست رو دریافت میکنه، همچنین لنف دیواره شکم و قفسه سینه رو هم دریافت میکنه. خب یه مسیر دیگه‌ای داریم به نام پوستریور. پوستریور چون تو ناحیه سابسکاپولار است، ممکنه سابسکاپولار هم بهش بگن علاوه بر خلفی. پس پوستریور سابسکاپولار در مسیر عروق سابسکاپولار قرار دارن، لنف دیواره خلفی آگزیلا رو دریافت میکنه. تمام اینها وارد عقده‌های مرکزی سنترال میشن که در داخل اون چربی آگزیلا مدفون شده. بنابراین گروه های لیترال، پوستریور و انتریور یا گروه های هیومرال، سابسکاپولار و پکتورال رو دریافت میکنه و همه اینها رو به داخل اپیکال تخلیه میکنه. اپیکال لیمف نود در واقع فوقانی ترین گروهی که در اینجا مشاهده میکنیم که تمام گروه ها از قفسه سینه، شکم، جداره خلفی آکسیلا
و اندام فوقانی همه به داخل اپیکال تخلیه شدن. البته عروق لنفاوی که همراه با وعید استفاده کم میاد به داخل این اپیکال تخلیه میشه. در این اسلاید بدون نام اینا رو گذاشتم که خودتون مطالبه فرمایید و نامگذاری کنید. ده تمرین هست برای شما.